مکاشفه فصل بیستم. سپس فرشته را دیدم که از آسمان و زیر می آمد و کلید چاه به انتها و زنجیر بزرگ در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیم را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را برویش بسته و مهر و لاک کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمان کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تختهای سلطنت را دیدم که بر روی آنها کسان نشسته بودند که کار داوری با آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند. اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. مبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول حصه دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. همین که این 1000 سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن ملت‌هایی که در 4 گوشه زمینند بیرون خواهد رفت. او جود و ماجود را که مانند ریگ‌های دریا بی‌شمارند برای جنگ جمع می‌کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. ابلیس که آنان را فریب می داد، خود به داخل دریاچه آتش و سنگ گوگرد، جایی که حیوان و پیامبر دروغین بودند، افگنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخص بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثر از آنها نبود. و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان کتاب زندگی است باز شد. مردگان مطابق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. دریا مردگان خود را تحویل و مرگ و عالم اموات نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی اعمالشان داوری شدند. آنگاه مرگ به دنیای مردگان به دریاچه آتش افگنده شد. این دریاچه آتش مرگ دوم است و هر کس که نامش در کتاب زندگی نوشته نشده بود به درون آن افگنده شد.